سمع سادات، رهبر طالبان نگران کودتای ملا یعقوب است. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. سمع سادات، رهبر طالبان نگران کودتای ملا یعقوب است. سمع سادات، فرمانده ارتش پیشین کشور، از وقوع کودتای احتمالی در افغانستان خبر می دهد. او ادعا کرده که رهبر طالبان نگران کودتای ملا یعقوب وزیر دفاع آن گروه است. جنرال سمع سادات با نشر تویتی می گوید که ملا هبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان گمان می کند که ملا یعقوب وزیر دفاع این گروه در صدد برکناری اوست و از این رو برای محافظت از خود افراد قبیله اش در قندهار را مسلح کرده است. این فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین کشور همچنین می گوید که ترس از اقدام نظامی علیه رهبر طالبان باعث شده او به افراد قبیله اش متصل شود و برای محافظت از خود آنها را مسلح کند. جنرال سمع سادات افزود، طالبان در حال سقوط به ورطه اختلافات و منازعات قبیله‌ای هستند که جنگجویان و رهبران مذهبی این گروه را رو در روی هم قرار خواهد داد. این در حالی است که دستور تازه طالبان درباره بسته شدن درهای تمامی مراکز آموزشی بر روی دختران و زنان افغانستان واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از این کشور برانگیخته است. در کنار رهبران جهان، بسیاری از رهبران سرشناس مذهبی اقدام طالبان را محکوم کرده و از این گروه خواسته اند در تصمیم خود تجدید نظر کنند. در همین حال، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که طالبان را با قدرت باز گرداند و بستن دانشگاه ها برای دختران توسط طالبان واکنش نشان داده و آن را اقدامی تکان دهنده و غیر قابل درک توصیف کرده است. او همچنین ادعا کرده که اکثر رهبران طالبان با این تصمیم مخالفند. زلمه خلیزاد می گوید که این تصمیم از سوی یک شاخه طالبان گرفته شده و از طالبان مخالف این تصمیم خواست که برای لغو آن اقدام کنند. او همچنین گفته که بیشتر مقامات ارشد طالبان با این حکم غیر عادی مخالفند. او از طالبان مخالف این تصمیم و سایر رهبران سیاسی افغان خواست که برای لغو ممنوعیت تحصیل زنان اقدام کنند، زیرا با گفته او چنین کاری ظرفیت افغانستان برای توسعه و خودکفایی را از بین میبرد و دنبال ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاه ها، ریاست معارف طالبان در کابل و تخار نیز مراکزهای آموزشی را برای دختران بسته و اجازه ورود دختران به آموزشگاه ها را نداده اند. این در حالی است که طالبان در تازه ترین تصمیم خود اعلام کرده اند که تمام دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی به روی دختران مسدود است. اما این تصمیم طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده، یوناما شدیداً از آن انتقاد کرده و از مردم خواسته که صدای خود را بلند کنند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.